به نام خدا و سلام بر شما. بیننده بخش نخست آخر خط و گونه زنده با من هادی سعیدی از نور هستید. دوشنبه خونین برای رسانه ها. گروه داعش با دو حمله انتحاری پی در پی توانست جان نزدیک به 30 تن غیر نظامی را بگیرد. در نتیجه انفجارات امروز در شهر کابل 29 تن به شمول 10 خبرنگار کشته و 49 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگاران که برای پوشش رویداد نخست رفته بودند آماج حمله دومی و رویداد دومی قرار گرفتند که 10 تن از این خبرنگاران شهید شدند. این حمله بر خبرنگاران سابقه تاکنون نداشته و به این گسترگی در هیچ تاریخی وجود نداشته. بیشتر در این رابطه میپردازیم با حضور آقای حامد علمی، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه علمی. خوش آمدید به برنامه. حمله بالای خبرنگاران ریشه در چی دارد و چی پیامی را هم با چنین حملات بالای خبرنگاران و افراد ملکی گروه های تروریستی میخواهند به اثبات برسانند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول به شما و به تمام رسانه های افغانستان تسلیت میگم. امروز روز تلخی به رسانه های کشور است. در این هفته تقریبا در 8 روز گذشته 7 روز گذشته این سومین بار است که خبرنگاران در سه منطقه افغانستان در کابل و هلمند و خوست آماج حمله قرار میگیرند و به شهادت میرسند. ما فکر میکنیم که یک نوع تغییر در برنامه های تروریست هاست که میخواهد اهداف نرمتر را، یعنی از اهداف نظامی به اهداف ملکی اهداف نرمتر را و هدفمند را مورد حمله قرار بدن که دو جهت شده میتونند در طول از اول سر تا به امروز یا حمله کردن به مراکز ثبت نام رای دهی انتخابات و به رسانه ها. به خاطر که دو پروسه که همزمان پیش میره که رسانه گوی انتخابات افغانستان در راه است و رسانه ها او تورد پشت قرار میده، این که ضربه ببینه، آسیب ببینه، سر مورال مردم تاثیر کنه. شما میدانید که حمله امروزی که بر رسانه ها صورت گرفته همکاران ما شهید شدن، خداوند غریق رحمت بداشن، شهادتشان را قبول کنند. تاثیر بس عمیق و برای عام مردم افغانستان در صد تا صد افغانستان حتی در صد تا صد دنیا گذاشته. امروز شما اعلامیه های و بیانیات را که از صد تا صد دنیا میرسه شما متوجه زمی باشین که یک نوع انعکاس کان پیدا کرد. برابران یا یک هدف را پیدا کردن و میخواین که نشان بدن که ما حضور داریم، هستیم و این پروسه را تخریب کرده میتانیم. چون حمله تا بکنون سابقه داشته در حکومت های در یک نیم دهه اخیر و به این گستردگی چگونه تانستن که این حمله را انجام دهند و خبرنگاران را هدف قرار بدن و تامه این انتحاری بسازند؟ خب در گسترده این حمله که صورت گرفته امروز بوده که در امروز دو خبرنگار ما شهید دادیم، ولی قبل هم در چهارشنبه سیای که نامگذاری شد که کارکنان یک از شبکه های تلویزیون در رای دالامان هدف قرار دادن و قبل از او برای و قبل از او در رای بین ارگ و ارزان قیمت، منطقه ارزان قیمت، چند سال قبل مادر حامل خبرنگار تیم مطبوعاتی ریاست جمهوری هدف قرار داد. البته در وقت تلفات کم بود، دو نفر سه نفر تلفات داد در ولی امروز با این گستردگی و با این تکتیک چیز جدید است که پیشینه نداشته. البته شما یک کدیم دهره گفتید مدت حدود 40 سالی که جنگ افغانستان میگذره چون این سابقه در یک روز به تعداد خبرنگار نشان دهنده چی از ضعف حکومت فعلی است و یا هم چیز دیگری؟ هر دو، هم ضعف حکومت است، هم البته ما زمانی که ضعف حکومت میگیم ضعف نیروهای امنیتی پلیس و مردی ما نیست. پلیس و مردی رده های پایینش هر روز میبینید تلفات داده و امروز هم در بین خبرنگارا پلیس ملی هم تلفات داده. به خانواده از ما تسلیت میگیم، ولی ضعف در رده های بالایی است، در ضعف در رده های بالایی است که اونها خود در امنیت ملی به خاطر که یک وظیفه امنیت است، یک ارگان کشفی است که باید کشف میکرد که آیا بشن گزارش رسیده بود نرسیده بود. اگر نرسیده بود کانتای ضعف شد، اگر رسیده بود چرا رسانه ها در میان قرار نگذارد، چرا رسانه ها را نگفت، چرا جلوگیری نکرد، چرا میتونست که در اونجا مثلا که یک شده و اگر امنیت بشه راپور رسیده باشه باشه میرفت که کار بله صورت میگیره موازدتان باشین لاقل یک مسئله پیشگیری میگرده. یک بستر هموار برای کار خبرنگاری در افغانستان همواره تا با اکنون وجود نداشته و با دشواری های زیادی روبرو بوده. حالا که خبرنگار در خوست کشته میشه، البته خبرنگار بی بی سی که امروز اونا هم ترور شدند و هفته قبل خبرنگار کابل نیوز در هلمند کشته شد
ترور شد از سوی افراد ناشناس. این بیشتر به گروه های توریستی برمیگرده یا گروه های مافیا و کسانی که بروی چی اهدافه؟ در کل میخواهند بالای مورال رسانه های افغانستان تأثیر بگذارند و آیا رسانه های افغانستان و اصحاب رسانه و خبرنگاران تحت تأثیر این رویه گروه های توریستی و توریستان قرار خواهند گرفت؟ خب بیاین بند آخر پرسش شما که آیا رسانه های افغانستان تحت تأثیر قرار میگیرد، به نظر من فکر نکنم، بخاطر رسانه های ما کاملا با جرأت هستند، مورال قوی دارند، قبلا هم که تلفات دادن کم تاثیر نداشه، بخاطر که رسانه ها کسی که در مسلک رسانه ایمه، کسی که در مسلک خبرنگاری ایمه، کسی که در مسلک ژورنالیسم میدانه که آیندش چی است، باید در اینجا با جرأت باشه و الحمدلله امروز همه شما جوانانی که در رسانه کار میکنین جرأت و شهامت دارین، در شک نیست، من کاملا از دیگه مطمئن هستم که گفته میشه. به سر مسئله دومه که ضعف در کجاست، ضعف در ارگانهای کشفی استخباراتی است و تکتیک چیست، تکتیک از اون است که رسانه ها را سر و صدا ایجاد میکنن، مورال برای مورال مردم تاثیر میکنن، از این زاویه استفاده میکنن. ما شما شاهد بودیم در دویساو رفتن مرکز سپنام آماج هم نقابل تقریبا حدود چیزی 200 نفر کشته و زخمی ساختن و امروز هم تقریبا حدود 60 این حمله میتونه برای پوشی اون حمله باشه. این عملات پیهم است که بالای فشار آوردن بالای اذهان مردم تا از پروسه انتخابات و پروسه که بسیار گزارشجی از انتخابات سبب. یک مسئله دیگه هم هست، ما مسئله مافیا را شما ذکر کردین، من زیاد باور ندارم به خاطر که سه حادثه جداگانه در کابل و هلمند و خوست اتفاق افتاده، باور ما نمیه که یک گروه مافیایی به این اندازه صداسری باشه که در همه در سه ولایتی که تقریبا از همدیگه به فاصله فراوان داره عملیات کرده بتانه و این مسئله به وجود بیاد. بنابراین من فکر میکنم که یک برنامه است که از طرف دشمنان افغانستان، خود کسانی که میخواهند این زمان که انتخابات پارلمانی جریان داره و انتخاب حکومت جریان داره، حکومت تحت فشار قرار بدن. مسئله رو فراموش نکنیم که تا چند ماه دیگر انتخابات پارلمانی و بعد سال آینده انتخابات ریاست جمهوری میشه. مشکل ما در فعلا این چیزه که در این زمانی که مقطع زمانی که میرسه اعضای پارلمان که قانون تصویب میکنن یا قوه مقننه کشور، اینها مصروف کمپانی خود هستن که کاری ندارن به دیگرها و حکومت هم متاسفانه شرایط قسم میاد افغانستان است که حکومت هم فعلا روی گزینش چینش ها فکر میکنه، کی حذف کنه مخالفین احتمالی خود، کی حذف کنه، کی مخالف شه، کی با کنار باید بیایه. در کل اگر از حکومت پرسیده شوه میگه که ما کمیته داریم و رسیدگی میکنیم و کمیته مشترک و به سطح عالی حتی به سرپرستی معاون دوم ریاست جمهوری و ما همکار هستیم با رسانه ها و در تأمین امنیت رسانه ها تلاش میکنیم، این چگونه تأمین امنیت است که حالا 10 خبرنگار در یک روز کشته میشه و ضربه بزرگی بر پیکر و جامعه خبرنگاری افغانستان زده میشه؟ این حکومت با این وضع میتونه که امون ویژگی و از امون نقطه ای که برخوردار است همین آزادی رسانه هاست و خبرنگاری است، در کل اگر این هم از بین بره برای حکومت افغانستان چی دست آورده با خواهد ما؟ متاسفانه که حکومت اعتبار کاملا از دست داده، این یک حقیقت است که خود حکومت هم باید درک کنه و خودش هم درک میکنه که اعتماد مردم کاملا تقریبا به صفر تقرب میکنه. خب اگر حکومت واقعا میخواهد که کاری برای مسئولیت خبرنگار داشته باشه، باید فورا یک جلسه امنیتی کلان زیر نظر رئیس جمهور با اشتراک ده ها رسانه، صاحب نظر، کارشناس امنیتی، مسئولین امنیت افغانستان قبلا بودن، اونها چهره هایی هستند که برنامه داشتن، پلان داشتن، تجربه لااقل داشتن، حداقل از مسئولین درجه اول درجه دوم امنیت افغانستان حداقل 35 نفر فعلا بیکار هستند. اگر در طول می گذشته مرور کنیم رؤسای امنیت کار همشان بیکار هستند، خب همشان حاضر هستند که همکاری کنند. بنابراین یک جلسه فوق العاده امنیتی چند دقیقه اینه که جناب رئیس جمهور مختار متقاعد که با 2 دقیقه وقت داری 2 دقیقه بعد گفت خلاص میشه، به این قسم نه، یک جلسه کلان دایر کنند، جلسه کلان دایر کنند با مسئولین سانا، کسانی که در سانا تجربه دارن، کسانی که تجربه داشت، ما در جنگا خبرنگار بودیم، ما میدونیم که چه خبری خبرنگار باید خدا حفظ کنه، چی راه های است، جمع مسئولین امنیتی یک جلسه یک روزه میگیره، 2 روزه میگیره، جلسه که بگذار صحبت کنن، از فهوای صحبت ها به یک نتیجه برسن که چطور بتونیم که جلو وزیر بگیریم. اگر خدای ناخواسته یک برنامه باشه تا چند سال، 1 سال آینده که انتخابات میشه، ما چند نفر خبرنگار استخدام دادیم؟
اگر نباید کار خبرنگاری به مشکل روبرو شود و همین رسانه های نیمه فعال در افغانستان یا فعال کارشان بتی شود و آهسته شود و همچنان حداقل کاهش پیدا بکنه، جامعه افغانستان چی می داشته باشد؟ خدا نکنه کار صورت بگیره و اگر صورت گرفت یکی از دستاوردهای در حکومت افغانستان بعد از سال 2001 مسئله رسانه هاست، آزادی بیان است. اگر هم بسته کنن به حکومت چیز نمیاره. شما فراموش نکنید که امروز حیثیت افغانستان در جامعه جهانی به زمین خورد با این مسئله. خبرنگارش به شهادت رسید. در یک هفته سه حادثه صورت گرفته. خود یکی مسئله بود داخلی خود ما شماست. ما نمیخوایم که خدا نکنه کشور ما صدمه ببینه، حیثیت کشور ما صدمه ببینه. ولی در بود جهانی فکر کنید بله صدمه دیدک. کاملا امروز 100% دنیا خبر، شما هر نقطه تلویزیون شما ببینید، هر رسانه شما ببینید از حادثه امروز گزارش داده که خبرنگارا در داخل شهر کابل در حداقل در فکر میکنم از 200 متر از 300 متر از ارک فاصله داره این کار صورت گرفت. رئیسه دوان نمیده پرستیژ همین حمله رو نشان نمیده، پرستیژ حمله نشان پس ضعف خود ما نشان میده. بنابراین حکومت امروز حکومت از یک چیز دیگه باید استفاده کنه. امروز از همبستگی مردم، شما از هرات تا به ننگرهار و از هلمند تا بدخشان یک نظر است که خبرنگار معصوم شهادت رسید. اما این اعتماد وجود دارد اگر با حکومت همکاری بکنن؟ مردم افغانستان هر روز کشته میشن، شهید میشن و حتی خبرنگار که یکی از تعهداتش توازن بی‌طرفی است، با هیچ گروه پیوند رابطه نداره، خبرنگار کارش کار عمومی است و به هیچ طرف جنگ هم مرتبط نیست، مورد هدف قرار میگیره. در کل راهی که حکومت افغانستان برای خبرنگاران باید بگیرد چی باشد با توجه به اون چیزی که قبلا شما اشاره کردید و غیر از او باید چگونه تدابیر بگیره برای پوشش البته خبرنگاران و در کل مسئله امنیت خبرنگاران؟ ببین آقای سید، یک مسئله است که خبرنگارا، چون خودم خبرنگار بودیم، شما هم خبرنگار هستین، خبرنگارا از حکومت نمیخواین که پشت هر نفر یک بادیگارد باشه، این از حکومت نمیخواین. ما در شرایط جنگ آموخته شدیم، مسلک ما مسلک است که باید در جنگ باشه، در پلیس سرباز. در کنار حتی اصطلاحی وجود داره که میگن که در جنگ ها خبرنگار بیشتر تلفات میده تا سربازان. این کسی که ما که در این مسلک آمدیم، این مسلک ماست، ما نمیترسیم از کسی. ولی مسئله حکومت مسئولیت خود انجام بده. باید است گفتم باید هر چی زودتر شخص رئیس جمهور کارهای تشریفاتی خود بگذاره، تا کارهای که از 16 ساعت کار میکنه بگذاره، 2 ساعت و 3 ساعت وقف کنه، بیایه مسئولین رسانه ها، مسئولین امنیتی، مسئولین امنیتی سابقه را. امروز همه ملت با حکومت میخواین همکاری کنند به خاطر حفظ جان خبرنگارای خود، حفظ جان رسانه های خود، حفظ جان ژورنالیست های خود. همه با خواهیم همکاری کنند، چی مخالف است چی موافق است. بیاید حکومت بیاید یک سینه با سینه فرق هم آقا علمی، حالا حکومت هم در خشونت علیه خبرنگاران، افراد بلندپایه حکومتی و زورمندان وکلا در پارلمان، همواره شما شاید شاهد باشین و شنیده باشین که حتی اینا خودشان خبرنگارا را مورد خشونت قرار میتن، لتکوب میکنند، که عملا شما شاهد این قضیه هستید. بله. پس با این حکومتداران و با این طور مسئولین چگونه میتونیم توقع داشته باشیم که برای جامعه خبرنگاری اینا چیزی بکنند؟ یک مسئله جناب قیسی فراموش نکنیم که در کل حکومت از رسانه ها و آزادی بیان حمایت میکنه، صادقانه بگویم. ولی بعضی اشخاص مفسدی که هستن که رسانه ها را افشاگر میدانند، فکر میکنن که تمام رازهایشان، خیانتهایشان، جنایتهایشان، سوء استفادهشان، فسادشان توسط رسانه ها برملا میشه، اونا مخالف رسانه ها هستن. بله. ولی در کل حکومت مخالف رسانه فکر نکنه باشه و نباید هم باشه. یکی از دستاوردهای بزرگش که به جامعه جهان نشان میده این مسئله رسانه هاست. هر جایی که رئیس جمهور فعلی چی رئیس جمهور از بغداد رفته، از نقش رسانه ها به عنوان آزادی مطبوعات و آزادی بیان یا آزادی زنای یا پای میگه دستاوردش خیلی دستاورد نباشه چی بکنه حکومت دیگه. بنابراین این ملت میگه دهی شاید رسانه ها و مردم افغانستان با حکومت همکار هستن. حکومت هست، یعنی کمال حکومت است که از این مسئله باید استفاده کنه. چطور استفاده کنه؟ فوراً جلسه بگیره، فوراً بره رئیس امنیت، رؤسای امنیت، رئیسای دفاع داخله را بخواد در تلویزیون لایف رئیس جمهور بخواد باش صحبت کنه چی کار شد. ببینید عزیزم، کسی که انتحاری که آمده، انتحاری از کویته با سرشانش ترایپاد نامه تا کابل قلم زده. طالبان بیشتر در خشونت علیه خبرنگاران
با این گستردگی دخیل نبودند. حالا گروه دیگر زیر نام گروه داعش در افغانستان با وجود آمده و چنین فجایعی را در افغانستان انجام می‌ده و بسیار اونم به شکل افتضاح‌آمیز و حتی به این گستردگی خبرنگاران ما و شما را می‌کشه. در کل این چی روی کرده را نشان می‌ده و آیا واقعا گروه داعش به این حد توانایی داره که حکومت افغانستان را به چالش بکشد؟ خب یک مسئله است که از دشمن ما توقع نداریم. از دشمن چه توقع داشته باشیم؟ سرباز ما سر میبره، خبرنگار میکشه. از توقع نداشته باشیم، نباید داشته باشیم. توقع ما در مقابل پلانی که دشمن طرح کرده ما چی پلان داریم؟ این مسئله است. ما دیدیم که امروز ساعت 4 بر ما معلوم شد که یک پلان است. ما عهد زدیم که یک پلان است، یک برنامه دقیق است که بعد در کابل و در هلمند و در خوست بزن خبرنگارا. شهید بساز. ما یک پلان است. چرا سه هستش اتفاقی نیست. حتما یک برنامه است. اگر برنامه است خب بفرمایید مسئولین امنیتی ما این قالی برنامه چی برنامه داره. اگر برنامه نداره ممکن است که بس عملی باشه که خب دشمن در قلم نخواست قرار یا پیشتر است. خب بیاین از ما بپرسن. از ما بپرسن ما شما بپرسن خب چی میخواید؟ چی باید بکنیم؟ گفت امروز هر کدام در هر موقف قرار دادیم هوش و گوش ما به این است که خبرنگارای ما، ژورنالیستای ما، استادان ما، شاگردان ما، همسلگان ما حفظ شد. این کار بست. حالا ما پلان داریم، برنامه داریم، فکر داریم، شاید داشته باشیم. خب یک حال حکومت است که حکومت گزینشی عمل نکنه. چیز دیگری وجود داره. دروازه در باز کنه، بیاین صحبت کنیم، بشینیم صحبت کنیم. که چی برنامه بریزیم. آقای علمی، حالا برسی شما از این نکته چی است که حالا رسانه‌های افغانستان همواره حامی حکومت افغانستان بودند و از نظام افغانستان همواره دفاع کردند، نیروهای امنیتی را شهید خطاب کردند، همچنان پوشش دادند اکثرا جزای دولتی را و این میتونه یک رویکرد دیگری از این گروه‌های توریستی را نشان بده که با توجه به امین رویکرد حمایتیشان از حکومت افغانستان خبرنگاران را مورد حملات قرار بدهند. من فکر می‌کنم بوده تبلیغاتیش و بود انعکاسش بیشتر است. او مزهش فکر گرفتن. تا یک خبرنگار خدا نکرده خبرنگار خب آیا تلویزیون نوره، تلویزیون طلوع، تلویزیون با چهار شهادت، چهار خبرنگار، ده خبرنگار بسته کرده میتونه نمیتونه بسته. بسته نمیتونه. ده نفر دیگه میای با جیشن میگیره. شهید میتیم بله شهید میتیم. خدا نکرده جوانای ما شهید میشن. زیاد شهید شهید ولی بسته نمیتونه کرده. بنابراین نه یا از بود دیگه است که از این تبلیغات خوب کرده میتونن حکومت به چالش میکشن، حکومت به پیش دنیا نشان میده که حکومت است که داخل رسانه های خود که اصلا به مراکز ثبت نام خود افشا کرده. شما ببین زمانی که حادثه 200 صورت گرفت یعنی کاهش شدید در ثبت نام به وجود آمد بدون شک همین گپ است. بنابراین زمانی که رسانه ها قبلیه اما جامعه خبرنگار به اون شکل است. جامعه خبرنگار کار خود ادامه میده. خبرنگار ساد نمیشه. تلویزیون طول نور کس بسته کرده نمیتونه. تلویزیون نور کس بسته کرده نمیتونه. که وی بسته تلویزیون نور با خب ممکن است موقتا در تلویزیون یک در بغل تلویزیونش انفجار شد. تمام چیز بود تلویزیون بسته نشد. ادامه میتن کار خدا. ولی این مسئله کی اصلا این ریشه در چی داره؟ ای آیا تعهد خبرنگاران و همون تعهد مسلکیشان را نشان میده و یا اینا با همون ویژگی انسان دوستی که دارن میخوان برای کشور و هموطنان خود خدمت بکنند و در کل چی نوع از فعالیت رسانه ها در افغانستان و به اساس کدام نظام وابسته است کار خبرنگاری در افغانستان که با وجودی که چنین تلفات میته هنوز هم متعهدتر از قبل میشه و کارش بیشتر و رونق بیشتر میگیره؟ امروز زمانی که حادثه صورت گرفت و نشرات دیدم من به دو مسئله افتخار کردم. یک افتخار کردم به همکارایم که چقدر با شهامت هستن. آقای علمی حالا جنبنده اگر داشته باشید در کل اگر چنین وضعیت ادامه پیدا بکنه و کار خبرنگاری به مشکل روبرو شود نظام کنونی افغانستان با همون ستون چهارم که وابسته است و اون هم رسانه های افغانستان است و از اونا حفاظت درست نتانه و اونا را دقیقا حمایت نکنه چگونه میبینین فعالیت رسانه ها؟ فکر میکنم اساسی ترین و کلانترین ضربه که با سال 2001 تا به سال 2018 اگر متقبل شویم و این رسانه ها تحت حکومت حفاظت کرده میتونه بزرگترین ضربه ای که از 2001 تا بال دیده شده این مسئله باشه. این حکومت متوجه خود باشه باید است. اگر رسانه ها یک بار صدمه دیدن و خدای نکرده حکومت تحریم کردن
میتونه سالانه بیت حکومت تحریم میکنیم. هیچ حرف حکومت نشه که حکومت تا 10 سال دیگه باید جبران کنه میتونه. پس حکومت باید چی کنه؟ حیثیتش به جامعه جهانی به زمین میخوره خلاصه. حکومت فورا امروز باید اقدام کنه، اقدام عاجل کنه، گزینه‌ای عمل نکنه. متاسفانه در طول سالا ما میبینیم که همه چیز گزینه‌ای عمل میشه. چینش میشه، صورت میگیره. با رسانه رو بخواد هم رسانه ها را همه خانواده انسان همش امروز هم ملت باش همدردی دارن، همبستگی دارن، بس گفته یک نیز سمپاتی دارن به حکومت. همش رو بخواد خب بیاین راه حل چی هست؟ لاقل یک نشان بده، یک نمایش میتون داده به دنیا که رئیس جمهور 300 وقت خود مصرف کرد با 100 نفر 200 نفر از مسئولین رسانه ها، کسانی که در رسانه سر کار دارن، کسانی که در رسانه خبر گپ دارن، کسانی که بس کارشناس هستن، جمع مسئولین سابق امنیتی، مسئولین فعلی امنیتی، مسئولین کسانی که از دولت به نحوه از دولت کرا حاشیه داشتن، بیان بخواین شما چی برداره. حالا یک کمیته مشترک وجود داره، این کمیته مشترک البته کار را به جای میرسونه برای خبرنگاران چیزی کرده میتونه؟ به هیچ صورت کار یک کمیته نمایشی است، نه صلاحیت داره، نه پروگرام داره، نه برنامه داره، نه کس بگم کاری میکنه. این از سوی کمیته فعلا بالا آمده برآمده کرد، باید خود شخص رئیس جمهور، شخص رئیس جای پلو به پلو بشینن، 200 نفر از رسانه ها رو بخواین، کسایی که در رسانه ها سرکار دارن بخواین، چه بخواین مسئولین امنیتی قبلی ده کس بیسته این چراهای امنیتی ما داشتیم، متاسفانه بنابر علایق شخصی و سلیقه‌ای گپا از کار برکنار شدن، در خانه‌های خشتن بخواین چک بیاین. خب حالا یک مسئله دیگه شده، مسئله ملی ماست، مسئله است که حیثیت افغان مطرح است، بیاین چی برنامه داریم، حتما یک رای حلش پیدا میشه. این باورمندی وجود داره که این حکومت مداران این کار را انجام دهند؟ باورمندی نه وجود نداشته تا ولی کار نه صورت نگرفته. تا ولی که خواستم شما ببینید شب با رئیس جمهور میرد داشت ممکن است در چهار شفخانه بود، چهار نفر میبینه، پس در چند عکس فیسبوکی میگن پر خداحافظ. یا یکی چهار نفر میخواد، چهار نفر میخواد، باز نفرای خود خوده رسانه‌ای که طرفدارش هستن تشکر خیبینی خواهد آباد میگن، باز بکنه با اون خدا کار بنیادی باید صورت بگیره. خیلی تشکر از حضور شما آقای حمید علمی روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه از حضورتان در این بحث. با تشکر از شما بیننده‌های گرامی و سپاسگزار هستیم که تا این دم با ما همراه بودید. از شما دعوت میکنم که بخش دوم آخر خط را از نور بیننده باشید.